من اه, الان طرف حساب من طرف حرف من با پدر تاهره است آقای یوسفی شما به چه حقی باید دختر رو نتونی نگه داری بعد فوت مادرش اینقدر این دختر برای تو نگهداری داری سخت بود که پاشی یک اصلا بگه عبدالله بگه من اصلا بگه من خدا هم بگه من پیغمبرم نازل شدم تو نفهمیدی این مرد پول نداره اصلا حتی نمیدونی چرا زنش طلاقش داده و چرا پسرش کتکش زدی بیرونش کرده ابتو پدر تاهره شما اصلا نمیدونی تحقیق نکردی هیچی فقط خواستی از شهر تاهره راحت بشی مسئولیت تاهره برا سخت بود خواستی راحت بشی به این طریق خرج عروسی تاهره هم تو دادی همون موقع که اومدی خونه دیدی تجاوز کرد چرا به همسایه ها نگفتی چرا شاهد نبردی چرا بیرونش نکردی از خونه میگی پلیس اومد و عبدالله به پلیس گفت این زن منه و راست گفت راست گفت کدام راست دروغ گفت حق بازی کرد فریب داد تو رو و تو همون لحظه دیگه نباید میذاشتی تکرار بشه دیگه نباید میذاشتی این جنایت تکرار بشه در خانه خودت کنار خودت در اتاق کنار تو که امروز عبدالله میاد در افغانستان در جلوی هزاران دوربین و هزاران چنل های یوتیوب میاد میگه پدرش تنفروشی میکرد رو تاهره این یه نوع تنفروشیه که عبدالله رو میبری خونت اجازه میدی با دختره که از نظر ذهن مشکل داره هیچ توانایی نداره اومده گریه کرده به تو گفته بابا تو خونه نبودی عبدالله بهم آقا عبدالله بهم تجاوز کرد تو میگی دیگه کار از کار گذشته بود همینه که عبدالله میاد جلو کامره میگه تن فروشی میکرده پدرش راست میگه چون ایش دستت بر نمی اومده اگه راست میگفتی همسایه ها رو شاید میگرفتی با خون هم شده میبردی ثابت میکرده که این تحت نظر بهزیستیه گفته میخوام ببرم شفا بدم کدوم میخوام ببرم درمان کنم کدوم درمان این حتی پول برادر قاشق برادرش هم از تو گرفت عروسیشم تو دادی اینقدر تاره نگهداریش برات سخت بود آقای یوسفی که حاضر بودی خرجم بکنه فقط بره تجاوز که کرد چرا گذاشی تکرار بشه دخترت بود ناموست بود باز دخترت چرا نصیحت نکردی که دختر من حامله نشی چرا گذاشتی اینقدر گذاشتی تا باردار شد بچهش دنیا اومد میگی هزینه بیمارستان بچهش من دادم هزینه برادر عبدالله هم تو دادی خرج سن چهار نفر رو داشتی میدادی چرا تاره اینقدر برا سخت بود که حاضر بودی باج بدی فقط از تاهره نگهداری کنن آقای یوسف به شما مقصر هستین وقتی که تاهره رو باز عبدالله دادی دستش ببره خارج کدام خارج کسی که سر تو کلا گذاشت کسی که کتکت زد کسی که به دختر تجاوز کرد کسی که با حق و نیرنگ تاهره رو به چنگ آورد از همون اول که عبدالله اومد توی خونه تو چشمش دنبال ناموس تو که تاهره بود چشمش دنبال ناموست بود چشمش دنبال تاهره بود به ماها چیزای دیگه گفت ما همه هست فیلماش موجوده من رفتم دیدم خانه نامسلمان عبدالله میگفت تاهره عادتش داده بودن اومد رو پای من بشینه من مت... بالش گذاشتم عبدالله فریب کار نیرنگ تو بالش گذاشتی حالا حرفی داری بگی ولی منی که تو رو میشناسم تو داری الان الان عبدالله میاد میگه پدر تاهر دروغ میگه چون آدمی که اینقدر راحت از پله های دین به نام خدا و پیغمبر و رسول و اکرم استفاده کرد هزاران کار میکنه از خدا بالاتر نداریم که عبدالله میگفت به این آیه ها قسم من دختر ناموس و ننگ ناموس افغان رو از سر سر کاجم کردم عبدالله فیلمات موجوده تو یک جنایتکاری جنایتکاری و پدر تاهره تو وقتی که دیدی بازم تاهره صاحب فرزند شد چرا تاهره رو دستش دادی که تاهره رو ببره اون اون بر ارومی فکر کردی دوباره خارج میره چرا باز دستش دادی بازم تاهره رو خودت بدرقه کردی ببر تو نمیدونستی مردی که فریب کاره توی خونه تو تاهره رو باردار کرد با چه نیرنگی که اومد گفت من میخوام ببرم خارج بهش تجاوز کرد حاملش کرد برادرش اما آورد خرج برادرش هم میدادی خودش میرفت دنبال موادش باز اومدی تاهره رو دستش دادی ببره خارج باز بهش اعتماد کردی الان نشستی اونجا میگی به تاهره و تفلاش کمک کنین تاهره دست تو بود چرا کمکش نکردی تاهره در دستان تو بود دست دخترتو میگرفتی میگفتی برو اصلا بچه تم ببر برو من نمیذارم دخترم بیاد همسایه ها دوستان که الان دارن فیلم میگیرن چرا شما به تاره کمک نکردی خانمی که فقط صدات بود شما چرا تاهره رو چرا مادران نصیحت نکردین به این قرص ندادین که این باردار نشه که الان دوتا طفل دیگه عبدالله به فکر طفله عبدالله مسئولیت پذیره اگه مسئولیت پذیر بود به کسی که مثل فرزند خودشه نمیره رابطه جنسی برقرار کنه روز اولم یادتون نمیگفت من سه ماه تمام گریه میکردم قرآن در دست عشق میریختم شبا میگفتم با این چه کنم داشتی نقشه میکشیدی چجوری دست و پاش رو ببندی و چجور حس شهوت تو برانگیخته شد بر علیه تهاره که دست و پاش بستی باش رابطه برقرار کردی مطمئنا بارها خواستی بکنی و تهاره نذاشته دست و پاش و بستی عبدالله تو جنایتکاری چون چندین حق بازی کردی حتی پدر تار اصلا نمیدونه چرا این زندان بوده آقای یوسفی میدونستی چرا زندان بوده؟ از پسرش تحقیق کردی که پسرش در همون مشهد بود چرا پدرتو کتک میزنی بیرون میکنی؟ این پدر یک خائن بوده که بچه های خودش که دختر پسر خودش بیرونش کردن از خونه هاشا کردن این زن اینقدر کتک میخورده تحمل کرد تا زمانی که فرزندانش بزرگ بشن و پسر عبدالله بیاد دم در بگه دیگه بس پدر چند سال مادرم کتک میزنی ما رو کتک میزنی می بیکار در خونه میشینی و اینا کار میکردن خرج عبدالله رو میدادن حالا هم رفت همین کار رو با پدر تاهره کرد توی خونه پدر تاهره نشست تاهره رو باردار کرد و خرجش رو از پدر عبدالله از پدر تاهره میگرفت